الحمد لله و والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معبود برحق رو هم دو سنا میگیم که فرصت دیگری رو در اختیار ما گذاشت تا در کنار شما دانش عزیز باشیم بینندگان محترم میدونید که موضوع درس ما در رابطه با توحید ربوبیت هست و اگر بیاد داشته باشید ما در سه برنامه گذشته به شرح معنی واژه رب پرداختیم در زبان عرب یاد گرفتیم که رب در زبان عربی به چه معنایی به کار برده میشه گفتیم که کلمه رب در زبان عربی معانی متعددی داره که در اغلب مواقع با یکدیگر تداخل دارند مترابط هستند و گفتیم که کل این معانی تقریبا به سه معنی اصلی و کلی برمیگرده که حتما شما دانش و عزیز اونها رو یاد گرفتید گفتیم سه معنی کلی دارن سه معنی اساسی دارن یک به معنای مالک و صاحب هست اینها رو همه ما در سه درس گذشته بیان داشتیم به معنی مالک و صاحب دو به معنی آقا و سیدی و فرمانروایی که از او اطاعت میشه ما گفتیم میتونیم به این معنا معنای قانونگذار و مشرع نیز اضافه کنیم و معنای سوم به معنای پرورش دهنده تربیت کننده مدبر و مصلح هست این معانی رو همه ما در سه برنامه گذشته ذکر کردیم و شما دانش عزیز حتما اون رو یاد گرفتید و به همین ترتیب آیاتی که دلالت بر این معانی دارند رو حفظ کرده اید تا بتونین در وقت مناسب اونها از اون به اونها استدلال کنید پس از اینکه ما در رابطه با معانی لغوی کلمه رب صحبت کردیم امروز ما میریم به سراغ معنی توحید ربوبیت در باره توحید ربوبیت گرچه در برنامه های گذشته در مقدمه ای که ما داشتیم به صورت مختصر و گذرا در رابطه با توحید ربوبیت صحبتی داشته ما با یکدیگر اما از درس امروز ما به اذن الله شروع خواهیم کرد به شرح معنی توحید ربوبیت توحید ربوبیت چیست اما اجازه بدین قبل از اینکه بریم به سراغ توحید ربوبیت معنی توحید ربوبیت نخست یک گذری بسیار سریع داشته باشیم به اون چیزی که ما در رابطه با معنی توحید ذکر کردیم در مقدمه دروس خودمون بیاد دارید شما بینندگان عزیز دانش محترم که ما در رابطه با توحید صحبت کردیم به معنای لغوی اون معنای اصطلاحی اون اشاره داشتیم پس توحید همان گونه که در صفحه مشاهده می کنید معنی لغوی توحید دانش عزیز به معنای از لحاظ لغوی توحید یعنی یک گانه و یک تا قرار دادن هست توحید از لحاظ لغوی به معنای یگانه گانه و یک تا قرار دادن هست که ما در برنامه های گذشته در این رابطه صحبت کردیم اما توحید از لحاظ اصطلاحی توحید یعنی چه؟ میبینید که توحید دانشبه جوان عزیز معنای همگونه که در زبان عربی به زبان عربی گفته شده افراد الله سبحانه و تعالی بما یختص به من الربوبیت و والاسماعی و که معنای اون اگه بخوایم به زبان فارسی اون رو ترجمه کنیم میشه یک دانستن و یگانه قرار دادن الله تعالی در اموری که مخصوص و ویژه ایشون هست در اموری که مخصوص و ویژه ایشون هست ما الله سبحانه و تعالی را یگانه بدونیم همون گونه که میدونیم و میدونید ما, ما قبلا نیز به مسئله اشاره کردیم توحید تنها اثبات نیست توحید یعنی اثبات و نفی توحید دو رکن اساسی داره رکن اثبات و نفی اثبات برای الله سبحانه تعالی و نفی اون از غیر از الله سبحانه تعالی اثبات به تنهایی توحید نیست این واسی دقت داشته باشیم چون برخی از عوام این گونه میپندارن که ما اگر مسئله رو برای الله سبحانه و اثبات کردیم این یعنی توحید نه خیر. بایستی اون مسئله رو برای الله سبحانه و تعالی اثبات برسونیم معتقد باشیم که الله سبحانه و تعالی متصف هستند به این مسئله و اون مسئله رو از هر کسی غیر از الله سبحانه و تعالی نفی کنیم این رو میگن توحید پس هنگامی که ما در مورد معنای توحید گفتیم افراد الله سبحانه تعالی ما و تعالی بما یختص به یعنی یکتا دانستن و یگانه قرار دادن الله تعالی در اموری که مخصوص و ویژه ایشون هست در ادامه معنا ما در زبان عربی میبینیم که به صورت مفصل‌تر اگر بخوایم شرح بدیم میگم. من الربوبیت و الالوهیت و الاسماء و این چیزایی که مختص الله سبحانه تعالی هست اموری که مختص الله سبحانه تعالی هست در باب ربوبیت و در باب الوهیت و در باب اسماء و صفات اون الله سبحانه تعالی را در این مسائل یگانه بدونیم بدون همتا و بدون شریک بدونیم این معنای توحید به صورت کلی است که هر سنوع توحید رو شامل میشه هم توحید ربوبیت و هم توحید الوهیت و هم توحید اسما و صفات این معنای اصطلاحی توحید به صورت کلی است که شامل هر سه نوع از انواع توحید میشه و یا اگر بخوایم توحید رو به گونه دیگری معنا کنیم همه گونه که در صفحه مشاهد میکنید مشاهده میکنید بیندگان عزیز میتونیم بگیم افراد الله تعالی به افعاله و به عبادتی و به عبادتی و به و صفاته یعنی یگان دانستن الله تعالی در افعال و از و صفات ایشان و یکتا قرار دادن ایشان در عبادت شدن همون مانده تعریف قبلی است با یک تغییر بسیار کم به اندک هر دو یک معنا را میرسانند در این تعریف ما میگیم که الله سبحانه تعالی را در افعال ایشان یگانه بدونیم و در عبادت شدن تنها ایشون هستند که, مخت... که میتونن عبادت بشن شایستگی عبادت شدن رو دارن و همچنین در اسم و صفات صفات ایشون ایشون رو یگانه و بدون همتا و شریک بدونیم این رو بهش میگن توحید در اصطلاح پس این مروری بود بسیار گذرا در رابطه با معنای توحید که ما در درس های گذشته به اون اشاره کردیم این به صورت توحید به صورت کلیست توحید هر سنوع توحید توحید ربوبیت توحید الوهیت و توحید اسما و صفات اکنون ما میریم به سراغ اون توحیدی که دروس کنونی ما در رابطه با اون هست یعنی توحید ربوبیت میخوایم بدونیم توحید ربوبیت یعنی چه که مطمئنا تعریف توحید ربوبیت جدا و غیر از توحید به صورت کلی نیست بلکه جزئی از اون تعریفی که ما در رابطه با کل توحید کردیم مختص و ویژه توحید ربوبیت هست مختص و ویژه توحید ربوبیت هست در صفحه مشاهده خواهید کرد تعریف توحید ربوبیت را توحید ربوبیت یعنی چه همون گونه که مشاهده کردید بینندگان عزیز مشاهده می بینید که این تعریف جزئی از تعریف کلی توحیده در توحید تعریف کلی توحید گفتیم افراد الله تعالی به ما یختص به که مخصوص اموری که مخصوص ایشون هست در تعریف دیگری ذکر کردیم که در افعال ایشان از صفات ایشان و عبادت شدن ایشان در به همین خاطر نیز اینجا میبینیم که تعریف توحید ربوبیت جزی از اون تعریف کلی توحید هست به این صورت که افراد الله تعالی به افعالیه افراد الله تعالی به افعالی. یعنی یگانه و بی همتا شریک دانستن الله تعالی در افعال مخصوص ایشان در افعالی که مخصوص ایشان هست ما ایشون را بدون ایشون یگانه بدونیم و بدون همتا و شریک بدون همتا و هر گونه همتا و شریکی رو برای الله سبحانه تعالی نفی کنیم بار دیگر تکرار میکنیم توحید اثبات است و نف اثبات خالی توحید نیست اگر این اگر ما الله سبحانه تعالی را افعال ایشون رو برای ایشون دونستیم خلق کردن به عنوان مثال روزی رساندن روزی رساندن رو برای الله سبحانه تعالی دونستیم اعتقاد داشتیم اما نفی نکردیم این افعال را از کسانی غیر از غیر از الله سبحانه تعالی این افعال را از غیر از الله سبحانه تعالی نف نکردیم توحید نیست پس توحید بایستی این افعال را مخصوص و ویژه الله سبحانه تعالی بدانیم یک دو نف کنیم از اینکه هر کسی دیگری یا هر چیز دیگری متصف به این افعال باشند در این صورت میشه توحید در این صورت میشه توحید پس توحید بایستی این فعل رو برای الله سبحانه تعالی اثبات کنیم ایمان داشته باشیم که الله سبحانه تعالی این فعل رو انجام میدن مخصوص و ویژه ایشونه و این فعل رو نفی کنیم از اینکه هیچ کسی دیگری ایمان داشته باشیم که هیچ کسی دیگری قادر به این فعل نیست نه فرشتگان نه پیامبران و نه هیچ کس دیگری گفتیم افراد یعنی یگانه و بی همتا دانستن الله سبحانه و تعالی یگانه و بی همتا و شریک دانستن الله سبحانه و تعالی در افعال مخصوص ایشون حالا افعال مخصوص ایشون افعال بسیاری هستند افعال بسیاری هستند مانند آفریدن و زندگی بخشیدن پس توحید ربوبیت در این فعل در فعل آفریدن و, و زندگی بخشیدن اینه که من مسلمان مؤمن هنگامی که به توحید ربوبیت ایمان دارم یعنی این که به این ایمان دارم که الله سبحانه تعالی آفریننده و خالق هستند و هیچ کسی دیگری هیچ کسی دیگری میخواد فرشته باشد میخواد پیامبری از پیامبران باشد میخواد ولی از اولیا باشد هر کسی دیگری این متصف به این صفت نیست که خالق باشه بتونه چیز رو خلق کنه بتونه چیزی رو بیافرینه و اگر کسی این اعتقاد داشت که الله سبحانه تعالی خالق هست اما کسی غیر از الله سبحانه تعالی نیز توانایی این رو داره که چیز رو بیافرینه این شخص در باب ربوبیت موحد نیست این شخص در باب ربوبیت موحد نیست پس توحید اینه که ما این فعل رو مخصوص الله سبحانه تعالی بدونیم و از هر کسی دیگر این فعل رو نفی کنیم میخواد فرشته باشد میخواد پیانبری از پیامبران باشد هر کسی دیگری این میشود توحید من به مثال گفتیم ما در مورد آفریدن ما فقط ایمان داشته باشیم که فقط الله سبحانه و تعالی آفریننده و خالق هست و هر کسی دیگری جز الله سبحانه و تعالی توانایی آفریدن ذره ندارد اینکه به یک مورچه ای رو خلق کنه یا یک پشه ای رو بیافرینه توانایی اون رو نداره تنها خالق هستی الله سبحانه تعالی است تنها خالق هستی الله سبحانه تعالی است یا رزق و روزی رساندن این باز از افعال مخصوص و ویژه الله سبحانه تعالی است رزق و روزی رساندن پس در توحید ربوبیت وقتی که من ایمان می آورم به این مسئله باعث ایمان من به دین صورت باشد که الله سبحانه تعالی رزق و تعالی رزق و روزی من را و سایر مخلوقات را میرسونه. و غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کسی به اندازه لقمه ای نیست به اندازه دانه ای نیست نمیتونه به کسی دیگری رزق و روزی برسانه. رزق و روزی رساننده تنها الله سبحانه و تعالی است. بار دیگه تکرار میکنیم در توحید باعث اثبات باشه و نفع. اثبات این فعل برای الله سبحانه وتعالی و نفی این فعل از هر کسی دیگری میخواد فرشته باشد میخواد پیامبران باشد میخواد ولی از اولیا باشد هر کسی دیگری تنها رزق و روزی رساننده تمام خلائق در هستی و کن الله سبحانه وتعالی است و هیچ کسی دیگری رزق و روزی رساننده نیست پس از این مسئله توحید الوهیت به وجود میاد که وقتی دست دراز میکنه انسان برای درخواست رزق و روزی در توحید ربوبیت من ایمان آوردم که فقط الله سبحانه و تعالی رزق و روزی میرسونه در توحید الوهیت نیست دعا کردن نیست طلب رزق و روزی کردن نیست بایستی فقط برای الله سبحانه و باشه چرا چون شخص در توحید ربوبیت ایمان آورد که فقط الله سبحانه و تعالی رزق و روزی میرسونه هیچ کسی توانایی روزی رساندن رو نداره در توحید الوهیت میاد و دست دعا دست نیاز فقط به سوی الله سبحانه و تعالی دراز می کنه. که این انواع توحید الان ما نمیخوایم از بحث خودمون خارج بشیم انواع توحید با دیگر ارتباط دارن ما باز در مقدمه ذکر کردیم که الله سبحانه و تعالی بارها و بارها در قرآن مشرکین رو متذکر میشن به توحید ربوبیت و از اونها میخوان همون گونه که به توحید ربوبیت ایمان دارن مقر هستن به صورت کلی به توحید ربوبیت از اونها از اونها لازمه اون رو یعنی توحید الوهیت رو میطلبن حالا میخوایم از بحث خودمون خارج بشیم از افعال الله سبحانه تعالی غیر از این مانند حکم فرمایی بر کن و هستی حکم فرمایی بر کن و هستی و مخلوقات باز این مخصوص و ویژه الله سبحانه تعالی است اون کسی که بر هستی حکم میراند و تمام ذرات هستی تحت حکم و اراده و فرمان او قرار دارند الله سبحانه تعالی است پس انسان مؤمن مؤمن به توحید ربوبیت میدونه که حکم و اون چیزی که در کن صورت میگیره تنها از طرف الله سبحانه و است تنها از طرف الله سبحانه و تعالی است نفع و یا ضرر رساندن نفع و یا ضرر نیز باز از افعالی است که مخصوص و ویژه الله سبحانه و تعالی است اگر تمام خلایق دست در دست هم بزنن، بگذارند فرشتگان، پیامبران، صالحین، تمام مردم دنیا که بخوان کوچکترین ضرری به کسی برسانند، به مخلوقی برسانند توانی اون رو ندارند. توانایی اون رو ندارند و برعکس اگر تمامی اونها بخواهند که نفعی رو به کسی برسونند توانایی اون رو ندارند مگر اینکه اراده الهی باشه در پس همه اینا در ورای همه اینها در بالای تمام اینها اراده و خواست الهی است این نفع به انسان نمیرسه مگر اینکه الله سبحانه تعالی بخواد این ضرر به انسان نمیرسه مگر اینکه الله سبحانه تعالی بخواد یا برعکس نفعی نعمتی از انسان گرفته نمیشه مگر اینکه الله سبحانه تعالی بخواد یا ضرری که بر انسان وارد شده از او گرفته نمیشه از او رفع نمیشه مگر اینکه الله سبحانه تعالی بخواد پس یکی دیگر از افعالی که مخصوص و ویژه الله سبحانه و نفع و یا ضرر رساندن هست که انسان موحد در توحید ربوبیت ایمان داره اعتقاد داره که نفع رسیدن به انسان یا ضرر رسیدن به انسان تنها از جانب الله سبحانه وتعالی است و هیچ کسی دیگری هیچ مخلوق دیگری در این, م... در این مورد کوچکترین نقشی نمیتونه داشته باشه حالا میخواد فرشتگان الهی باشن میخواد پیامبران و مرسلین باشن میخواد صالحین باشن هر کسی دیگری نفع و ضرر از طرف الله سبحانه تعالی است پس یه بار دیگه معنی کلی توحید ربوبیت رو ذکر همان گونه که در صفحه قبلا مشاهده کردید گفتیم افراد الله تعالی به افعاله یگان دانستن و بی همتا و شریک دانستن الله تعالی در افعال مخصوص ایشون که ما به برخی از اونها اشاره کردیم وظیفه انسان است در توحید ربوبیت اینکه این افعال رو فقط مخصوص الله سبحانه تعالی بدون یک و ایمان داشته باشه که هیچ کسی دیگری هیچ مخلوق دیگری به هر اندازه که صالح باشه متقی باشه ارزش داشته باشه نزد الله سبحانه تعالی مقام داشته باشه نزد الله سبحانه تعالی در این افعال کوچکترین نقشی نداره کوچکترین نقشی نداره این معنای توحید ربوبیت بود بینندگان عزیز دانش پجوهان ما همه گونه که میدونید هنگامی که مسئله رو ذکر کردیم پس از ذکر اون مسئله به سراغ قرآن مجید میریم به سراغ قرآن مجید میریم تا تا ثابت کنیم که ما این اعتقادات خود را این صحبت های خود را این باورهای خود را از قرآن مجید میگیریم از قرآنی که هدایتگر انسان هاست در هر مسئله ای من جمله و من باب اولا در مسئله اعتقاد در مسئله عقیده یک انسان مؤمن و مسلمان اعتقادات خودش رو و باورهای خودش رو از قرآن مجید میگیره قرآن مجید هدایتگر انسان هست به سوی تمام نیکی ها و خوبی ها و در رأس اونها مسئله اعتقاد و باور هست گفتیم که به سراغ قرآن مجید میریم در رابطه با مسئله توحید ربوبیت این که من مؤمن به توحید ربوبیت ایمان داشته باشم که الله سبحانه تعالی در افعال خودشون یکتا و بی همتا و بی همتا هستند و شریکی ندارند یگانه هستند یکتا هستند بی همتا هستند و در این افعال خودشون هیچ شریکی ندارند هیچ کس در این رابطه با الله سبحانه تعالی شریک نیست در مورد مسئله گفتیم در افعال ایشون، کل افعالشون تمام افعالی که مخصوص و ویژه ایشون هست من جمله مسئله خالق بودن، مسئله خلق کردن یکتایی خالق هستی در آفرینش، در آفریدن گفتیم فعل آفریدن، خلق کردن مخصوص الله سبحانه و تعالی است و هیچ کسی در این رابطه کوچکترین نقشی نداره. در این رابطه الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 62 دوم همان گونه که در صفحه مشاهده می‌کنید، دانش جان عزیز میفرمایند الله خالق کل شیء الله خالق هر چیزی است کل شی تمام مخلوقات رو الله سبحانه و تعالی آفریده برای مخلوقات خالقی دیگر جز الله سبحانه و تعالی وجود نداره هر چیزی که در هستی هست اون رو خالق هستی یعنی الله سبحانه و تعالی آفریده است و در آیه بعدی یعنی سوره لقمان آیه 11 هم، الله سبحانه و تعالی می‌فرمایند هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أنشد در عالم خلق و آفرینش الهی هستند الله سبحانه تعالی آنها را آفریده است پس به من بگویید به من نشان دهید معبودات باطل شما چه چی چیزی را آفریدند یا کلا غیر از الله سبحانه و تعالی چه چی چیزی را آفریدند هر چیزی که شما مشاهده می کنید در کن و هستی از در آسمانها و زمین تمام اینها را الله سبحانه تعالی آفریده غیر از الله سبحانه تعالی چه فرشتگان باشند چه پیامبران باشند چه صالحین چه چی چیزی را آفریدند آیا توانایی آفردن چیزی را دارند هرگز هرگز پس این دعایه در رابطه با مسئله یکتایی خالق هستی در آفریدن هست که فعلی است از افعال افعالی که مخصوص و ویژه الله سبحانه و تعالی است دوستان اشاره می وقت برنامه امروز پایان رسیده و ما صحبت بقیه صحبت های خودمون رو ان شاء الله می کنیم به درس آینده بینندگان عزیزی که نتونستن این برنامه رو ببینن یا میخوان دوباره اون رو مشاهده کنن میتونن به واحد علمی شبکه جهانی نور مراجعه کنند این درس رو اونجا خواهند دید دوباره ببینند مطالب رو که میخوان یادداشت تا از اون استفاده بیشتری ببرند و آخر دعوانا سبحان ربك رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمه الله و <applause>